بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدر آید. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. خوشحالیم که بار دیگر توفیق حاصل شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه و وقت بیداری، و بسیار مفتخریم که در خدمت سرور عزیزمان هستیم، حجت الاسلام و المسلمین حاجی رسولی. سلام میکنم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، موفق و پیروز باشین. درود خداوند بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جور صحتمند باشین و مثل همیشه ما را از دعای خیرتان انشاءالله فراموش نمی کنیم. در خدمت هستیم جناب حسین سیف. خوب هستی انشاءالله سر. الحمدلله. سلامت باشین انشاءالله. باز خیلی خوشحال هستیم که بر رسم سه‌شنبه ها در محضر شما هستیم و از خداوند مطال می خواهیم که زحماتی که برای شما داریم انشاءالله مثمر ثمر بوده باشه. اللهم آمین. استاد، همونطوری که شما و همه بینندگان عزیزمون در جریان هستیم، امروز پدیده اتفاق افتاد که البته با اندک تفاوت در بلادهای مختلف، پدیده خورشید گرفتگی یا کسوف اتفاق افتاد. ساعت یک، ساعت دو، دو و نیم در جای مختلف بود و الحمدلله عزیزان بیننده ما خب با ما در تماس شدن و سوالات ارائه کردن که ما همین سوالات چون که الان نزدیکتر هستیم به واقع اول مطرح میکنیم خدمتتون، باز انشاءالله میرسیم به سوالات دیگر بینندگان عزیزمون. بیننده عزیزمون به نمبر مثبت 98-922 4 نمبر آخر 63-14 ایشان سوال کردن درباره چگونگی نماز آیات، که این نماز چرا خمو خوانده میشه و اگری که شخصی خورشید گرفتگی را بعدن متوجه میشه یا بعدن از اخبار از رسانه میفهمه که خورشید گرفتگی اتفاق افتیده، یا نماز به کردنشان هست یا نه؟ بسیار عالی، سوال خوبیست و خب امروز قابل اعتنا بود. البته خب قبلش یک مقدمه خیلی بسیار کوچک خدمت شما و بینندگان عزیز تقدیم کنیم، و اون است که کسوف یا همو خورشید گرفتگی عبارت از است که زمانی که ماه بین زمین و خورشید قرار میگیره. خب وقتی که ماه بین زمین و خورشید قرار بگیره، وقتی از مقابل خورشید رد میشه، از مقابل شمس رد میشه، سایه زمین در روی ماه، در روی زمین میفته و ما از زمین تصور ما بری میشه که خب خورشید چی شد؟ تاریک شد. نکته دیگه هم ایست که خورشید گرفتگی در یک تقسیم بندی کلی دو رقم است. خورشید گرفتگی کلی یعنی به طوری که ممکنه حدود تقریبا 6 دقیقه یا 7 دقیقه کل قرص خورشید به اصطلاح گرفته شده، یعنی ماه پیشه خورشید قرار بگیره و در این مدت هیچ نوری به زمین نیاید. که اینو میگن خورشید گرفتگی کلی که در نماز آیات یک مقدار حکمش فرق میکنه. عجب. و یک خورشید گرفتگی هم خورشید گرفتگی جزئیه. ممکن خورشید گرفتگی جزئی نصف خورشید گرفته شوه، یک سوم، یک چهارم، یک گوشه از خورشید گرفته شوه، یک ماه طوری از گوشه خورشید رد شوه که تمام فضای قرص خورشید گرفته نشوه. البته خورشید گرفتگی حلقوی هم میگن که باز هم خودش جزئی میشه، یعنی به صورت کلی دیگه نیست، که احکامش با هم دیگه یک مقداری فرق میکنه. مقدمه دومی است که در زمان وجود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم ظاهرا یا خورشید گرفت یا ماه، و او توأم بود همو زمان با رحلت فرزند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، و مردم تصور کردن که مثلا ماه به خاطر فرزند پیامبر یا خورشید به خاطر فرزند پیامبر مصیبتش گرفته شده، که پیامبر سخنرانی مفصلی کردن که نه،
خورشید و ما به خاطر مرگ کسی یا از دنیا رفتن کسی نمیگیره. خورشید و ما دوتا از نشانه های قدرت حضرت پروردگار عالم است که خب علم فیزیک و نجوم امروز کاملا ای که میچرخه و در مدت چطور ای گرفته میشه کاملا توضیح داده، یا یک امر خیلی پذیرفته شده و خیلی خدمت شما عرض کنم که سهل است. اما در قدیم الایام مثلا بعضی از اوقات در تاریخ است که خورشید وقتی گرفته شده بوده خورشید کلیه بوده، اینو گرفته که خورشید یک دفعه در وسط روز خورشید گرفته و یک جنگ هم یک جایی بوده، کلی از این لشکریان از ترس در کوه در کوه بالا میشن که عذاب الهی نازل شده. چی تعبیر و چی تفسیر میشه؟ بله دیگه تفسیرهای زیادی میشه که الان الحمدلله بالمنه گپا فعلا نیست. خب با این مقدمه که خدمتتون عرض کردیم، در خورشید گرفتگی خب میگن همون زمانی که خورشید گرفتگی شروع شد نماز آیات واجب میشه. خب کیفیت نماز آیات هم سوال کردن. خب نماز آیات دو رقم خوانده میشه، یک رقم آسانش و یک مقدار کمی دیگه شه کمک سختتر، و هم اول ما او سختتر میگیم. خب نماز آیات هم چون که شما در جریان هستین دو رکعت است و در هر رکعت پنج به اصطلاح رکوع داره. درست. خب بعد از اینکه انسان نیت کرد که دو رکعت نماز آیات به خاطر خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی میخوانم، اینا هم لازم نیست که انسان حتما به زبان همی که ذهن انسان باشه کفایت میکنه. وقتی الله اکبر را گفت یک روش شیست که میتونه یک حمد کامل و یک سوره کامل بخونه و بره رکوع، باز دوباره بالا شه و یک حمد کامل و یک سوره کامل تا پنج مرتبه در رکعت اول و پنج مرتبه هم ایره در رکعت دوم ادامه بده. این یک روشش که مقدار طولانی تر است، اما خب از این باب که گیج نمیشه انسان این خب سهل تره. روش دومش است که بعد از اینکه ما گفتیم الله اکبر حمد که خواندیم، یک سوره را خدمت ترس کنیم باید به پنج قسمت تقسیم کنیم، که گاهی ما به پنج قسمت تقسیم میکنیم در هر قسمتش یک آیه میرسه، یک آیه چی؟ کامل. گاهی اوقات هم یک کامل مگر نشد اشکال نداره، ولی به شرطی که جمله کامل باشه. این یک جمله کامل خودش چی باشه؟ خب بعد از اینکه حمد خواندیم مثلا، البته حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که به بسم الله الرحمن الرحیم اکتفا نکنه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه حساب نکنه. خب ما مثلا اینطوری شروع میکنیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، سوره حمد میخوانیم تا ولا ضالین، میگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، میریم به کجا؟ رکوع. بالا میشیم میگیم الله الصمد، میریم به رکوع. بالا میشیم میگیم لم یلد، لم یلد و لم یولد با هم یک آیه، ولی خودش به تنهایی یک جمله جداست. میگیم لم یلد، میریم به رکوع، ذکر رکوع رو میگیم. باز بالا میشیم میگیم ولم یولد، باز دوباره میریم به رکوع چهارم. بالا کشیدیم میگیم ولم یکن له کفوا احد. این روش آسانش. سوره انا انزلنا قابل ای که به پنج قسمت تقسیم شود بدون بسم الله الرحمن الرحیم هم است. سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق هم امیر قمه، یعنی پنج قسمت میتونه انسان تقسیم کنه. پس یک حمد میخونه و یک سوره را به پنج قسمت تقسیم میکنه، در هر دفعه یک آیه یا یک جمله کامل را میگه و خب رکعت دوم هم امیر قمه انجام میده. بعد از اینکه رکعت دوم انجام داد خب سلام نماز میده. ممکنه برای شما سوال خواهش برای بینندگان عزیز ما که امی نماز آیات به اصطلاح چیز داره یا نداره، اذان و اقامه داره؟ نه، در نماز آیات ما چیزی به نام اذان و اقامه نداریم، و البته که اگر نماز آیات به جماعت خوانده شوه که فقط جماعت خوانده میشه. بله بله بله، ممکن سوال شما بوده که میشه نماز آیات را به جماعت خواند؟ فقط در دو مورد، فقط در خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی. بله. ولی در بقیه حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمازن که جایز نیست که ما نماز به چه بخونیم. خورشید گرفتگی کلی وجوزش نه کلی وجوزی نداره، همه ای که خورشید گرفتگی باشه و ماه گرفتگی باشه ما میتونیم نماز به چه بخونیم؟ به جماعت بخونیم. خب وقتی که نماز قرار شد ما به جماعت بخونیم، قبلش وارد شده یعنی مستحبه که میگیم الصلاة، یعنی نماز و وارد چیز میشیم دیگه، نماز آیات میشیم. و اما اون نکته دیگه که شما فرمودین اگر کسی خبر نشده باشه، بله یعنی خبر نشده که امروز مثلا خورشید گرفته
یا ماه گرفته و بعداً متوجه میشه. حضرت آیت الله العظمی سیستانی میفرماید که اگر گرفتگی کلی باشه، بعدم قضایش باید انجام بده، چه خورشید گرفتگی باشه یا ماه گرفتگی باشه. ولی اگر خدمتتون عرض کنم که این گرفتگی کلی نباشه بلکه به صورت جزئی باشه و دموم روز که این اتفاق افتاده خبر نشده، فرداش خبر شده، این میگن واجب و لازم نیست. که به اصطلاح نماز بخونه. بله. حالی چیزی که امروز اتفاق افتید کلی بوده یا نه؟ جزئی بوده. بله، این خورشید گرفتگی که امروز در تقریبا بسیاری از کشورهای آسیایی این خورشید گرفتگی را به اصطلاح میتونستن ببینن، البته گرچه خب خیلی جاها ابری نبوده، ولی خورشید گرفتگی جزئیه. یک نکته دیگه هم که در مقدمه میخواستم خدمت شما عرض کنم این بود که به صورت قاعده کلی است که خورشید گرفتگی در اول ماه یا آخر ماه اتفاق میفته، ماه قمری، این قاعده کلی شبیه است، و ماه گرفتگی در وسط ماه، چهارده ماه یا پانزده ماه اتفاق میفته. ما این سوال البته شقه های مختلفی داره، چند تا وجوهات دیگه هم داره که با اتفاق شما و بینندگان عزیزمان میریم به سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه انشالله از محضر استاد محترم انشالله استفاده خواهیم کرد در ادامه موضوع. همراه ما باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم كما صليت و باركت على ابراهيم و آل ابراهيم. سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما عزیزان هستیم. استاد، سوالی که مطرح شد اشاره فرمودین که امروز خورشید گرفتگی به صورت جزئی بود و آیا یک قضا داره یا نه؟ اگر کسی جزئی باشه طبق نظر آیت الله سیستانی حفظه الله فردایش متوجه شوه قضا نداره، میتونه قضا. حالی که کسای عزیزانی که آل متوجه شدن بیننده برنامه هستن که خورشید گرفتگی اتفاق افتیده و به صورت جزئی بوده، اینو باید قضایی خوانده شوه؟ کی متوجه میشن؟ وقتی که نه تمام شد دیگه، چون تایم مهمه، یعنی در زمانی که به اصطلاح خورشید گرفته بوده ای بعد متوجه شده، بعد از اینکه کلا به اصطلاح خورشید گرفتگی تمام شده یا ماه گرفتگی تمام شده ای بعدن متوجه شده. گفتیم اگه به صورت جزئی بوده هیچ قضایی چیزی لازم نداره، ولی اگر به صورت کلی بوده قضا حتما لازمه. که گفتیم این خورشید گرفتگی جزئی بوده، به صورت کلی نبوده. اصلا تایم خاصی داره، زمان مشخص شده است که تا چند دقیقه؟ بله همین در تقویم ها خدمت شما عرض کنم که است، که بستگی البته داره که خورشید گرفتگی جزئی باشه یا کلی باشه. بعد ای که ما در کدام شهر باشیم، یعنی ما از نصف النهار مبدا چقدر فاصله داشته باشیم یا از خط استوا چقدر فاصله داشته باشیم. ممکنه کسایی که در خط استوا باشن طولانی مدت تر باشه، اونایی که به طرف شمال یا به طرف جنوب هستن اونها یک مقدار تایمشان فرق میکنه. امروز تقویم ما بسیار دقیق به صورت ثانیه حتی میگه که در چه ثانیه‌ای خورشید گرفتگی اتفاق میفته، به مرحله کاملش میرسه و کی باز میشه و کی کلا تمام میشه. تمام از اون قابل پیش بینی، نظم و نظامی بله. که واقعا در سیستم آفرینش وجود داره. استاد علی، ان شاءالله که جز بینندگان عزیز ما نباشه یه رقم نفری، کسی که زیاد برش اهمیت نداشته باشه، میشنوه شاید مثلا یا میبینه ولی که زیاد برش مهم نیست که آیا نماز خونده شه یا نشوه، برای شخص چی حکم داره؟ خدمتتون عرض کنم که ای چون یک مقدار حکمش سنگین شد، ما بهتر است که توضیح مسائل حضرت آیت الله العظمی سیستانی بارها ما برای دوستانم نشان دادیم
این بهتر است که مسئله را از رویش بخوانیم. خب خود نماز آیات یک بحثی خودش، وقتی باب نماز تمام میشه تقریبا آخرش یک قسمتی به نام نماز آیات که فعلا از مسئله 1803 شروع میشه و او مطلبی که شما از ما سوال کردین او در این مسئله اینجای در مسئله 1820 حضرت آیت الله العظمی سیستانی میفرمایند که اگر مکلف بداند که خورشید یا ماه گرفته و عمدن یا از روی فراموشی نماز آیات را نخواند. خب یا یک سوال شبیه بود که اعلام کنید چی گفت بس عمدن نمیخواند، بله مست. یا یکی دیگهش در جریان بوده که اینا فعلا چی اتفاق افتاده، ماه اتفاق افتاده گرفته یا خورشید اتفاق افتاده، ولی فراموش میکنه. همینطور که ما خیلی نکات چی میکنیم فراموش میکنه، فراموش یا از روی فراموشی نماز آیات را نخواند تا وقت آن بگذرد، واجب است آن را قضا نماید و فرق ندارد تمام خورشید یا ماه گرفته باشد یا قسمتی از اون، که اون سوال قبلی برای کسی که بعداً متوجه میشه فرق میکنه که خورشید گرفتگی کامل باشه واجب قضا کنه، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی کامل نباشه قضا لازم نبود. ولی در اینجا میفرمایند که چه خورشید گرفتگی کامل باشه یا خورشید گرفتگی جزئی باشه، چون از روی عمد نخوانده یا او فرض دیگهش که فراموش کرده و نخوانده باید قضایش چی بده انجام بده و فرق ندارد تمام خورشید یا ماه گرفته باشد یا قسمتی از آن. و اگر تمام این نکته دیگر توجه کنین، و اگر تمام خورشید یا ماه بگیرد و مکلف از آن با خبر شود، این نکته دیگه، و عمدن نماز را نخواند تا زمان آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب باید برای قضای آن غسل کنه. پس اگر خورشید گرفتگی کامل بود و ما گفتم نمیخوانم یا فراموش کردم بعدن که زمانش چی شد تیر شد و باید قضا بکنم، باید خدمت روز که غسلم انجام بده. این غسل زمان خاصی داره؟ دیگه وقتی نه، زمان خاصی نداره. قبل از اینکه بخوای قضا کنه نماز را حتما باید غسل را چیه انجام بده. البته بنابر احتیاط واجب گفته از آیت الله العظما سیستانی. کسایی میتونن مثلا این مسئله را برن جای مجتهدین دیگه ببینن، اونا اگر فتوا داده خب میتونه با فتوا ازنا عمل کنه، وگرنه اگر بخوای به می احتیاط واجب حضرت آیت الله العظما سیستانی عمل کنه باید حتما این مسلمان و این شخص غسل کنه و بعد نماز را قضا کنه. بله. یک سوال دیگه هم از یکی از بینندگان خاص شما الان به وجود اومد که الان در محضر شما. خواهش میکنم در خدمت هستم. سلامت باشید. من خودم امیر امروز خوب یقین پیدا نکرده بودم در می شبکه‌های مجازی، همینطور یک تصویر ما دیدم که امروز اتفاق می من احساس کردم که شاید مال کدوم سال دیگه باشه. بعد اتفاقا خورشیدم سعی کردم خورشید دیدم، بعدن کاشف به عمل اومد که نه خورشید گرفتگی اتفاق افتاد. جناب حسین صاحب ملاک اطمینانه انسان، البته ای که شما اطمینان نکده چون سرسرکی خوندین شما چون اگه شما سرسرکی نمیخوندین یکم دقت میکردید که مال امروزه و قطعا شما یعنی شما در این زمینه عذر شما موجه نیست عجب. چون یک زمینه بوده برای اینکه خورشید گرفته یک بسیار دقت خیلی کمی اندکی که میکردین متوجه میشدین که خورشید گرفتگی است و مال امسال هم است و ای که شما به خورشید نگاه کردی که خورشید دیده که گرفته مال شما گفتیم گرفتگی جزئیه جزئی بوده و گرفتگی جزئی خوب زیاد خوب معلوم نمیشه و علاوه بر ازی دانشمندان فیزیک اینا توصیه میکنن که به خورشید گرفتگی چی جزئی باشه و چی کلی باشه نگاه کردن سعی نکنه که بسیار ضررهای جبران ناپذیری برای چشم انسان داره. اتفاقا همین مطلب هم گفته میشه که شاید برای بعضی از اشخاص باز اثرات زیادتری داشته باشه. آیا حکم خاصی هم داره یا نه برای مثلا برای خانومی که در ایام مثلا دچار عادت ماهیانه باشه، آیا حکم خاصی داره نمازم برای شخص چون نماز خودش خود نمیتونه بخونه، آره این نماز واجب میشه؟ نه خیر، شخصی که خانومی که در عادت ماهوار به سر میبره فعلا همون نماز خودش دیگه کردنش واجب نیست و نماز آیات هم که اتفاق میفته در اون تایمی که نماز آیات اتفاق میفته این مکلف نیست و اگر نماز بخونه کار حرامی انجام داده، باطل انجام داده، اصلا قبول نیست. بعدا این خانم هیچ قضایی
یک باورش نیست. بله. بعد نمازی که اشاره فرمودید قنوت چیزی نشنیده ما یا قنوت داره؟ خدمتتون عرض کنم که در نماز آیت امور هم که ما خدمت شما عرض کردیم که 10 رکوعه. میفرمایند قبل از رکوع دوم، قبل از رکوع ششم، قبل از رکوع هشتم، قبل از رکوع دهم مستحبه که انسان چی انجام بده؟ قنوت. 5 قنوت بتونه شما، چون قنوت معمولا در نماز دو رکعتی، یعنی دو رکعت است، دو رکعت دو رکعت است و این چون 10 دانه دو رکعت، 5 دانه قنوت ما میتونیم در این نماز، 2 4 6 8 10 مستحب و استحباب داره. البته برای کسی که باز فکرش خراب نشه، چون بعضی وقتا انسان به خاطر از قنوت گرفتن فکرش خراب شوه که چند رکعت نماز خوندیم چطور شد، اینا دیگه میتونه انجام نده، ولی مستحب است. صد نیت نماز آیات کرده شخص و خب، ولی خب طبق عادت به صورت نماز صبح خوانده میشه. نخیر یادش میره که رکوع. نه نماز آیات وقتی که شما میگین نماز آیات خونده شد و خون کیفیتش فرق میکنه. نماز صبح ما که مثلا به صورت دو رکعتی میخوانیم، اون جای نماز آیات نمیگیره. پس زمانی که باز دوباره متوجه شده باید نماز آیات درست بخونه. بله. خب رقم نماز میت اینا که جهت چیز نو نه این نه. نماز آیات در نماز آیات مثل. تمام او چیزایی که در نماز واجب واجب است در نماز آیات هم واجب است، ولی مثل نماز میت نیست که رو به قبله و گپا و نمیدونم طهارت نداشته باشی با کفش هم. اصلا جناب حسین صاحب نماز میت که میگن نماز، مسامحتا میگن نماز، یعنی چی رقم نمازه که نه رکوع داره نه سجده داره، هیچی نداره، مسامحتا و دعایی است که ما برای میت انجام میتیم. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. اگر البته مطلبیه که آدم هر چی تفکر کنه شاید باز سوالات جدید به وجود بیاد، ولی خب ما در حق عزیزانمون اجحاف نکنیم که سوالاتشون رو رایی کردن. تشکر میکنم از بزرگوارانی که به حال با ما به تماس شدند و برنامه را امین خودشان دانستند و به نمبر مثبت 964-780-255 40-13 پول ارتباطی ما ارتباط برقرار کردن. چون که بحث نماز است، بیننده عزیزمان به نمبر مثبت 93 کشور عزیزمان افغانستان 74-15-46 سوال کردن که بعد از اینکه سلام نماز ما دادم متوجه شدم که در تعداد رکعات نماز شک کردم، خلاص شدن و من از اینکه سلام داده شده این حکم خاصی داره؟ خدمتتون عرض کنم که این ما شکیات یک زمانی که میگم یادم است میگفتیم و دوستای بزرگوارم اگر توجه بکنن، شکیات 3 قسمت به 3 دسته کلی چی میشه تقسیم میشه. شکایی که نباید به اونا اعتنا کنیم، شکایی که نماز چی میکنه باطل میکنه، و شکای صحیح، یعنی شکایی که قاعده و دستور داره. این شکی که این برادر ما انجام میده میگن شک بعد از سلام، یعنی بعد از اینکه سلام نماز شما دادی گفته سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هر شکی که باشه در تعداد رکعات نماز هر چی باشه این شک اعتباری نداره. پس از اون شکایی که 6 مورد هم ظاهرا اون تو که مد ذهن ما 6 مورد مواردی که نباید با اونا ما چی کنیم اعتنا کنیم. که یکی دو مورد شمیه که مثلا امام شک میکنه اما تعداد رکعات کی میدونه؟ مأمومین میدونه، این اعتنایی نداره. یا امام تعداد رکعات میدونه مأمومین شک میکنه، اون اعتباری نداره. بله بسیار عزیز دل ما به نمبر مثبت 98-991-7414 نمبر آخرشان در مورد چت کردن و گفتگو با نامحرم در فضای مجازی سوال کرده. خب با توجه به گسترش ارتباطات و فضای مجازی و امی اپلیکیشن هایی که چی میگن چیز اجتماعی، اپلیکیشن های اجتماعی هست، خب قطعا این اتفاق میفته. حضرت آیت الله العظمى سیستانی و بقیه مراجع فرمودند که اگر گفتگو مثل می گفتگوهایی که در بیرون است، مثلا در کسی در سوپرمارکت میره، در دکان میره، یا استاد با شاگرد صحبت میکنه، شاگرد با استاد صحبت میکنه، همین چیزایی که در خارج عرف و صحبت کردن کاملا چی معمولیه، فرق نمیکنه، فضای حقیقی و فضای مجازی نداره. ولی اگر امور صحبت ها از چوکات خارج شد و یک حالت غیر معمولی به خودش گرفت، امور هم که صحبت در فضای خارج جایز نیست و ممکن است از ناکجا آباد در بیاره ما را و جای قبله ببره به ترکستان، خود در فضای مجازی البته این خطر و تهدید بیشتره، چون حضور کسی که در اونجا احساس نمیشه، ممکن و قدر معتقد نیستیم که حضور الله پاک
جل جلاله و ملائکه و فرشتگان و زمین و زمان را در اونجا چه بدانیم؟ حاضر و ناظر خلوت است، به اصطلاح جلوت نیست. در خلوت هم ممکنه که زود این صحبت ها به یک جایی کشیده شوه که نباید کشیده شوه. پس بنابراین صحبت های عادی اشکال نداره، ولی صحبت اگر از حالت عادی خارج شد و از چوکات خودش خارج شد قطعا این جایز نیست. چقدر معیار خوبی را اشاره کردن حضرت آیت الله، اینکه اگر صحبت معمولی است خب فضای مجازی باشه حقیقی باشه، ولی و شاید در این فضای مجازی یک کمی زمینه آماده تر باشه. گفتیم برتون بله زمینه یعنی ما هستم و خلاصه این می موبایل است. گفتیم به او چیزهای دیگه هم که ما هنوز به او قدر اعتقاد که نرسیدیم. ما هستم این می موبایل، یا ما هستم یک صفحه مانیتور کامپیوتر رو خلاصه ممکن است. حال در عالم حقیقی شاید یک شرم و حیایی به حال بله کسی داره. رد میشه، کسی تیر میشه دیگه کپاسیتی افاس. ان که در این موقعیت ها کسی قرار نگیره. استاد به اتفاق شما و بینندگان عزیزمان سر میزنیم به اتاق فرمان و میان برنامه دوم برنامه رو خواهیم دید و انشالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشید. درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفت زنم، دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری. نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریز، تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر. برای داشتن تو ریسمان نبستم، دل بستم. همین که حال دلم خوب است برایم کافی است. پروردگارا هنوز هم می شود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد. هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سر داد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و العف را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سر داد. هنوز هم تو همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست. یا رب العالمین، یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و اسیان ما را. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی، در خدمتتان هستیم با قسمت آخر از برنامه امشب به وقت بیداری بخش احکام. استاد محترم عزیز دلمان، چند نفری البته که از سوالات نیستش، ولی خب به هر حال مهربانی کردن و پیام دادن، اینا رو من نمبرشون اعلام میکنم. مثبت 93-76-83-70 ایشان یک فایل توزیع مسائل از حضرت آیت الله مستیسانی درخواست کردن که برایشون روان شد. مثبت 93-77-09-100 ایشان تقاضای استخاره کرده بودن که باز برایشون انجام داده شد و عزیز دلمون به نمبر مثبت 93-78-4 نمبر آخر 30-73 در مورد ازدواج
تقاضای مشاوره داشتن که الحمدلله همکاران به تقاضایشان جواب دادن. بیننده دیگر من از کشور از افغانستان به نمبر مثبت 93-78-38-44 ایشان پرسان کردن که آیا نوشیدن گلاب جایز است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله جناب حسینی، از نظر حضرت الله العظم سیستانی و تمام مراجع عظام تقلید نوشیدن گلاب اشکالی نداره. این شاید تصورش برای که الان نمیفهم جناب حسینی، شاید در ذهن شما بوده که میگم طرف عرق خور است. گلاب از اون بابی که گلاب عرق است، عرق گل ممکنه توی ذهنش شده باشه که چلگی آیم باشه. این عرق است و ممکن است عرق گفتن که نوشیدنش حرام است و شراب است از این گپا، این سوال برایش چی خلق شده باشه. وگرنه نوشیدن گلاب، استعمال گلاب داخل غذاها میپرتن و داخل چیزهای دیگه میپرتن، هیچ اشکالی نداره، بلکه باعث خوشبویی و طراوت و چیز گپا میشه. مشکل بسیار عالی. مثبت 93-78-96-61 سوال کردن که البته از ظاهر سوال معلوم میشه که ایشون شاید فرزند ارشد خانه باشن. سوال کردن که در نبود پدرشان و قبلگاهشان در خانه ایشان، آیا اختیار خانه را به دست دارن یا مادرشان؟ بعد در پرانتز نوشته کردن که البته من در امی مورد که مادرم غالمغالم کردیم، ولی این حکم چیه که اختیار به دست کیست؟ قبل از اینکه ما بگیم اختیار به دست چه شخصی است، این شخص گفته ما با مادر خود غالمغال کردیم، یعنی سرصدا و داد و فریاد زیگه پا دیگه غالمغال نمیگه پا دیگه. و حالا که خدای تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان میفرماید ولا تقل لهما اوف، شما به پدر و مادر حق گفتن یک اوف نداری، که اگر چیزی بالاتر از اوف در توهینی گپا می بود، خدای تبارک و تعالی به جای اوف امو کلمه را چی میکرد؟ کمترینش استعمال میکرد که دیگه نیست، چی بگویی دیگه. و حال اینکه غالمغال کردن سر مادر قطعا این کار جایز نیست و این کار حرامه. و این که چی کسی اختیار داره خانه است، خویی اصلا با مو صلاحیت پدر است. صلاحیت پدر بعد از اینکه پدر از خانه میبره، با توجه به او شناختی که داره، ممکنه مثلا اختیار خانه را دست مادر بده یا اختیار خانه را دست از این بچه بده، یا نه اختیار دست مثلا برادر خودش یا مامای زی بچه یا کسی دیگه بده. بنابراین او رو سعی کنه که پدر چه رقم گفته و چی گفته. غال مقال کردن به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی در مقابل پدر و مادر جایز نیست. بله. مثبت 93-78-76-01 مراحل وضوع پرسان کرده. خب مراحل وضوع با توجه به اینکه سروران ارجمند ما از این سوالات زیاد میکنه، ما چاره ای نیست غیر از اینکه بله این سوالات برای بینندگانمون توضیح بدیم. خب امور رقم که شما در جریان هستین، قبل از اینکه انسان وضوع میخواد بگیره واجبات انجام بده. خب اول شستن دست مستحبه، یعنی شستن دست تا مچ همی که مال زیر دوش میگیریم و به اصطلاح مواد شوینده استفاده میکنیم که توصیه به داشته هم شده، خب کار بسیار خوب است. این دست که شستیم، بعد از اینکه دست شستیم نوبت شستن صورت فرا میرسه. و صورت میگن از جایی که موی رویده تا امی چی میگن به اصطلاح چانه تا چانه، و از نظر عرضش که به اصطلاح عرضش هم به اندازه خدمت شما از کنم که یک بلست انسان معمولی، یک بلست انسان معمولی، هم صورتش معمولی باشه و هم بلستایش معمولی باشه، چون بعضی بلستایش بسیار کلان ممکنه از اینجا بگیره تا این شستنش واجب نیست. همین مقداری صورت از آب میندازه، از بالا به طرف پایین میشوره. بار اول شستن واجب است، بار دوم مستحبه، بار سوم دیگه حرامه و باعث باطل شدن وضو میشه. پس چند مشتاق میرزه انسان از طرف بالا صورت خودش میشوره، از طرف بالا به این حالت پیشک مانند ندیدی بعضی پیشک چه رقم صورت خود میشوره رقم نه، شستن باید از طرف بالا و طرف پایین باشه. خب بعد از اینکه شستن صورت انجام شد، شستن دست راست، شستن دست راست هم خب آب میندازه و دست خود از بالا به طرف پایین میشوره. باز ما مثل برادران اهل سنت نداریم که این رقمی بشویی. بلکه هم سوال میکنه که ما دستای خود بالا میکنیم یک چند قطره آب میایه، هیچ اشکالی چیه نداره. مهم او شیوه شستنه. شیوه شستن باید از طرف بالا به طرف چی باشه؟ پایین باشه. کاملا اینجا رو انسان
بسیار دست میکشه نقطه که خوش نمانه، نقطه خشک نمانه. دیدستم این رقم بار اول شستن واجبه، بار دوم مستحبه، بار سوم حرامه. به تبعش خب دست چپ میشوره با می کیفیت. خب بعدش میرسه که مسح سر کنیم. مسح سر همین قسمت یک چهارم، چون سر اگه چهار قسمت بکنیم همین یک قسمت پیشانی به طرف پیشانی که هسته مسح کردن بر همون جه واجبه. اندازه فرق نمیکنه، اگرچه مستحب به اندازه به اصطلاح درازیش به اندازه یک انگشت باشه، ولی همه ای که انسان روی سر خودش میگذاره و یک کمک بکشه به طرف پایین، این مس چی میشه؟ محقق میشه. خب بعد از مس سر مس پایه. مس پای از سر انگشتان پای است و تا مفصل. از نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی بعضیا از مراجع میگن تا مو برآمدگی پشت پای، ولی حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمه که از سر انگشتان باید تا مفصل، یعنی همون جایی که پای چی میکنه بازی تقریبا مچ گفتم مچ، بله تا مچ باید بکشه. پای راست میرقم، پای چپ میرقم. و این نکته اساسی که باید مثلا در وقت کشیدن پای تکان نخوره، یعنی پای یک طوری باشه که دست روی پای دست کشیده شود، نه ای که شما دست بگذارید پای بکشی که اگر رقم باشه باز باطل است. بله یه کلگی بزو. تشکر میکنم استاد محترم. مثبت 93 77 67 13 شان سوال کردن که آیا حدث در هنگام غسل جنابت، که احتمالاً منظورشان حدث اصغر که برآمدن باد معده باشه، آیا غسل باطل میکنه؟ یعنی و او حدث وقتی که ما میگیم در مقابل حدث اکبر، حدث اکبر که بیرون آمدن منیه، حدث اصغر وقتی که میگیم فرق نمیکنه ارزش، یعنی باد باشه، بول باشه، غایت باشه. وقتی که انسان در حال انجام غسل هر کدام از این سه تا که صادر شوه از انسان، غسل باطل نمیکنه. ولی بعدن چون این حدث ازش سر زده دیگه حالت وضو نداره، با او غسل نماز خوانده نمیتونه، با او غسل نماز خوانده نمیشه. میخواد یعنی اگر غسل جنابت بوده، با او غسل حدث اکبرش که جنابت باشه از بین رفته، ولی چون حدث اصغر سر زده باید برای خواندن نماز چی بگیره؟ وضو بگیره. بله بیننده عزیزمان به نمبر مثبت 98 918 81 40 شان سوال کردن که برای دفع حواس پرتی در هنگام نماز چه پیشنهادی را شما دارید؟ گفتن اگر در شهر مست گیرن هر آنچه هست گیرن. یعنی نماز متاسفانه حواس پرتی در نماز خیلی ها دامن خیلی ها را گرفته. خب راهکارهای زیادی هم هست، البته که اگر انسان بتونه راهکارها را کنه و انجام بده، یکیش جناب حسینی صاحب نماز انسان با عشق علاقه بخونه. با نماز انسان یک وسیله ارتباطی توجه کنه. روایت هم داره میگه که الصلاه قربان و کل تقی، نماز وسیله تقرب هر انسان متقی و پرهیزکاره. چطور ما در رابطه ای که با هم دیگه داریم، یا شما با شما با کسای دیگه، این وقتی رابطه را عشق و علاقه داریم با این رابطه، با تمام وجود رابطه برقرار میکنیم، صحبت میکنیم، اختلاط میکنیم ساعت ها و هیچ حواس پرتی هم در کار نیست. پس وقتی که ما به نماز عشق ورزیدیم و متوجه بودیم که نماز ارتباط، این وسیله ارتباطی با چه کسی است، پس همون رقم که در جاهای دیگه حواس ما پرت نمیشه، اینجا حواس ما پرت نمیشه. و اگر که خالق را حاضر و ناظر دانستیم و میگیم که این چیزی که من میگم با این و خالق در حال گفتگو هستم، حواسم جمع میشه دیگه. مفهوم و مفاهیم نماز و اون چیزای ذکرهایی که در نماز است، حمد و سوره و بقیه ذکرها، اگر بدانم ما و معنی و مفهومش متوجه باشم، فرق میکنه با اون کسی که از روی توتیوار میخونه. دیدین بعضی توتیوار میخونه، خب هیچ متوجه نمیشه بنده خدا. وقتی که متوجه نباشه ارتباطم برقرار کرده نمیتونه. پس بنابراین مفهوم نماز باید متوجه باشیم و از همه مهمتر جناب حسین تجوی خلوت نماز بخونیم. تو در خانه نماز بخون که یکی داد است، یکی سر و صدا است، یکی تلویزیون نگاه میکنه، یکی یک کار دیگه میکنه، یکی میپره ورزش میکنه، سپورت میکنه، خب قطعا اونجا انسان همین خودش استاد میشه که آدم یک فرهنگ سازی کنه در خانه، که وقتی که خب همین فرهنگ باب شوه که وقت نماز قال مقال نباشه، تلویزیون خاموش باشه، بازی نباشه، خب برای همون بچه هم خودش همین ناخودآگاه یک تاثیر میمونه که وقتی نماز یک شرایط خاصی باید حاکم شود و این کم کم که او کلانتر میشه،
شاید در جانش میشینه و خودش عملی میکنه ایره. ما یک جای خود ما دیدیم خدمت شما حسین عیسی بزرگوار، شخص نماز میخوند روی بروی تلویزیون این مکروه است. خب وقتی که من روی بروی تلویزیون نماز بخوانم، وقتا تمام او چیزی که دیده شدنیه من میبینم، تمام او چیزی که شنیدنیه من میشتم و قطعا حواسم پرت میشه. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. فراموش نکنید نمبر مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی ما و شماست و ما منتظر نظرات و سوالات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.